السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز خوش آمدین به ویدیوی دیگر الله که همه شما هر جایی که باشین جان جور در صحت در امن خدا باشین موضوع امروز ما است چی کسی قرآن را جمع آوری و تنظیم کرده است آیا تا با حال فکر کرده اید چگونه قرآن در یک کتاب واحد جمع آوری شده است چی کسی پشت این گرد آوری بود آیا آیات در زمانهای مختلف نازل شده است؟ آیا آیات چگونه در سوره ها جمع شده اند و چگونه در حال حاضر قرار گرفته اند؟ خوب، در این ویدیو هم اینها و موارد دیگر را بررسی خواهم کرد. آغاز کار نقل شده در از صحیحین از اروا ابن الزبیر که بی بی همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می آغاز وی که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید رویاهای خوب بود او هرگز رویاها ندیده اما مانند یک روز روشن به حقیقت پیوست سپس گوشگیری برای او محبوب شد و او غار را میرفت و آنجا عبادت میکرد به این معنا که او رفت و چند شب خود را وقف عبادت کرد و قبل از بازگشت به خانواده اش برای جمع آوری رزق روزی بیشتر سپس او دوباره برمیگشت. سپس و خدیجه برمیگشت تا وسایل بیشتر جمع آوری کند. این امر ادامه داشت تا اینکه وقتی در غار هرا بود ناگهان حقیقت به او رسید. فرشته آمد و گفت بخوان رسول خدا. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من نمیتوانم بخوانم فرشته فرمود سپس او مرا گرفت و فشار داد تا من نتوانستم طاقت بیاورم دیگر مرا رها کرد و گفت بخوان گفتم من نمیتوانم بخوانم او مرا گرفت و برای بار دوم من را فشار داد تا دیگر نتوانم تحمل کنم سپس مرا رها کرد و گفت بخوان گفتم من نمیتوانم بخوانم او مرا گرفت و باره برای سهم سه فشار داد تا من دیگر نتوانم تحمل کنم سپس مرا رها کرد و گفت بخوان به نام پروردگارت که همه موجودات را آفریده است این بود آغاز کار آل صحبت میکنیم در مراحل قرآن و با یک باره بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل نشد بلکه آیات در طول 23 سال نازل شد در این مدت مسلمان ها با چندین مورد شکنجه و از دست دادن همراه با لحظات پیروزی و نشاط و شادی روبرو شده بودند و این قرآن است که ما آن را به های تقسیم کرده ایم تا بتوانید آن را در فواصل زمان برای مردم بخوانید و آن را مرحله به مرحله نازل کرده اید این ترجمه از قرآن شریف سوره الاسرا آیه یک بود در تفسیر از صدی صفحه 760 می فرمایند صدی رحمت الله علیه می گویند این بدان مهناست که خداوند این قانونان را به صورت مرحله نازل کرده است تا بین هدایت و گمراهی بین حق و باطل تفاوت قائل شود و منظور این که بتوانید آن را در فواصل زمان برای مردم بخوانید و معنای آهسته دوره که آنها بتوانند در مورد مفاهم آن تفکر کرد و فکر کنند و شاخه های مختلف دانش موجود در آن را درک کنند الله جل می فرماید و ما آن را به صورت مرحله نازل کرده ایم یعنی در مدت 23 سال خداوند در قرآن شریف می فرماید ها در حالی که برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سواد داشتند و در پایان به نوشتن آیات بر روی پوست حیوانات، سنگ ها و غیره پرداختند. کسانی که سواد نداشتند به هنگام نزول آیت به حفظ آنها رو آوردند تا آن را در حافظه خود حفظ کنند قراردادان آیات آیت و سوره ها القدی ابو بکر در انتصار میگویند که ترتیب آیات چیزی است که واجب و اجباری است جبرئیل علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام می گفت فلان آیه را در فلان مکان بگذار موضوع دیگر بعد از زمان پیامبر چی کارها انجام گرفت در دوران خلافت ابوبکر از صدیق رضی جنگ های رده که یک نام منطقه و بود،, بود رخ داد که در این مدت بسیاری از صحابیان که حافظ قرآن بودند بر شهادت رسیدند ابوبکر رضی الله می ترسید که قرآن از بین برود او با برخی از صحابه های کلان مشورت کرد و نظر آنها را, را درباره تدوین قرآن در یک کتاب واحد جویا شد تا حفظ شود و برای نسلهای های آینده از بین نرود و این را به رئیس حافظان زید بن ثابت رضی الله عنه سپرد بیایم درباره زید بن ثابت صحبت کنیم که این شخص کی بود چی کاره بود زید بن ثابت رضی الله عنه می گوید که قرآن همچنان در قلب صحابه ها که از آن را حفظ کرده بودن از روی پوست و یا سایر مواد حفظ می شد. تا زمان خلیفه ابو بکر صدیق وقتی که مردم یمامه را کشتند به عنوان مثال تهداد از صحابه های پیامبر که علیه و پیامبر در غین مسلمان جنگیدند مرا اونجا فراست. من نزد او رفتم و عمر ابن الخطاب را دیدم که کنار ابو بکر صدیق نشسته بود. ابو بکر سپس به من گفت عمر نزد من آمد و گفت در بین کسانی که قرآن را حفظ کرده اند کسانی که قرآن را به صورت قلبی می دانستند تلفات سنگینی داشت در روز نبرد الیمامه من می ترسم که تلفات سنگینی در بین کسانی که در سایر جبه های قرآن را که حفظ کرده اند رخ دهد که در آن قسمت زیادی از قرآن خود از بین برود بنابراین من پیشنهاد میدهم که شما یعنی ابو بکر صدیق دستور جمع آوری قرآن را بدهید این را عمر ابن الخطاب میگوید و عمر گفتم چگونه می توانی کار را انجام دهی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام نداده است عمر در جواب زید گفت و خدا قسم این چیز خوبه است عمر همچنان به من اصرار می کرد که پیشنهاد او را بپذیرم تا اینکه خداوند قلبم را بر آن باز کرد و من به خوبی در اندیشه ای که عمر رضی الان متوجه شده بود پی بردم سپس ابوبکر به من گفت شما جوان خردمند هستید و ما به شما شک نداریم و شما الهام الهی را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می نوشتید بنابراین خود تک تک قرآن را جستجو کنید و آن را در یک کتاب جمع آوری کنید و خدا سوگند اگر آنها به من دستور میداد داد زید می فرمایند که به خدا سوگند اگر آنها به من دستور می داد که یک خور را اگر جابجای کنم برای من سنگینتر از این دستور برای من جمع آوری قرآن نبود سپس به زید به ابو بکر صدیق گفتند که چگونه می توانید کار را انجام دهید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام نداده است ابو بکر صدیق پاسخ داد مثل که عمر ابن الخطاب پاسخ داد که به خدا سوگند این کار خوبی است ابو همچنان به من اصرار کرد که اندیشه او را بپذیرم تا این که خداوند قلبم را بر روی آن چی که به ابو و عمر را به آن گشوده بود باز کرد بنابراین شروع به جستجوی قرآن و جمع آوری آن آن چیر روی آن نوشته شده بود ساقه های نخل سنگ های سفید نازک و همچنین مردانی که آن را از طریق قلب می دانستن کردم کردند تا اینکه آخرین آیه سوره توبه را به ابو خزیمه انصاری پیدا کردم و من آن را با کسی غیر او پیدا نکردم که این سوره توبه سوره نو آیه 128 است که تفسیر معنای آیه چنین است بگمان پیامبر از میان شما به شما رسیده است او را ناراحت می کند که هر گونه صدمه یا مشکلی که به شما می رسد در البخاری نقل است که این نسخه خط قرآن تا زمان رحلت ابوبکر باقی ماند سپس به عمر تا پایان عمر او به منتقل شد و سپس به حفصه دختر عمر رضی الله داده شد سراویش مورد استفاده زید بن ثابت را دیالان را از قلب میدانست اما در تهید و گردآوری خود ریشمندی بود تا دو, دو نفر از صحابه شهادت ندهند که آن را از رسول خدا صلی الله علیه و او با نوشتن هیچ آیه موافقت نمی کرد این مصاف نسخه مکتوب قرآن در دست خلفا باقی ماند تا زمان خلیفه هدایت شده عثمان بن افغان را بود. موضوع دیگر تفاوت در لجه ها صحابه ها رضی الله در زمان های مختلف پراکنده شده بودند و آنها طبق آنچه که از هفت تلاوت رسول خدا صلی علیه و آله و سلم شنیده بودند قرآن تلاوت میکرد و هر یک از شاگردان آنها طبق آنچی از شیخ خود شنیده بود دلاوت میکرد. اگر دانش آموز صدای کس را خوان که متفاوت متاف... از آنچی که می میخوان او را محکوم کرد و او را متهم کرد که مرتکب اشتباهی شده است. و این امر تا جای ادامه داشت که صحابه از ترس این که بین نسلهای طبعین و نسلهای پای در پی دچار مشکل فتنه شدن ادامه داد بنابراین آنها فکر کردند که باید مردم را در پی یک قرائت که به لجه قرعش است و قرآن که بر اولین بار در آن نازل شده است متحد کنند تا هر گونه اختلاف را برطرف کنند و موضوع را حل کنند. با عثمان را دعاً مشورت شد و او با این نظر موافق بود. بخاری در صحیح از اناس بن مالک نقل کرده است که حدیفه بن یمان در زمان که به عثمان آمد که مردم شام، سوریه و مردم عراق برای فتح ارمنستان و آذربایجان در حال جنگ بودند. حدیفه او تفاوت در تلاوت قرآن مردم شام و عراق نگران بود. پس و عثمان گفت ای امیر المومینین این خم را پیش از آن که در مورد کت کتاب یعنی قرآن جادله کنند مانند یهودیان و مسیحان نجات دهین پس عثمان به حفصه پیام داد و گفت نسخه خط قرآن را برای من بفرستید تا از مصحف نسخه بگیرم و نسخه خطی را به شما پس باز میگردانیم حفصه آن را برای عثمان فرستاد سپس عثمان به زید بن ثابت عبدالله بن زیر س... سعید ابن العاص و عبدالرحمن بن حریس بن هشام دستور داد که نسخه های خطی را کپی کنند عثمان و سه مرد قریش قبیله که به پیامبر صلی الله علیه و, علی و سلم از آنها بود گفت اگر در هر نقطه ای از قرآن با زید بن ثابت مخالفت آن را به لهجه قرعش بنویسید زیرا قرآن بر زبان آنها نازل شده است آنها این کار را کردند و وقت نسخه های زیاد نوشتن عثمان نسخه های خط اصلی را به حفصه بازگردان عثمان یک نسخه از آنچی کپی کرده بود به هر ولایت مسلمان فرستاد در آن زمان و دستور داد که سایر مطالب قرآن هم از نسخه خط یا نسخه های کامل نوشته شده است سوزانده شود یعنی قبلی هایی که بود و باید سوزانده شود خلاصه پایان این موضوع این کتاب که در قفصه ها خانه های ما داریم آیا متوقف شده ایم تا بفهمیم که چگونه بسیاری از مردم خون خود را ریختن و جان خود را از دست دارند فقط برای حفظ این قرآن و پیام آن تا بتوانند با ما برسند آیا به همراهان که همسر فرزندان و والدین خود را به خاطر حفظ پیام اسلام و قرآن از دست داده اند فکر کرده اید برای دست یافتن به این قرآن چی چیزی از دست داده ایم ما هیچ چیزه بنابر این آخرین بار که قرآن را خوانده ایم چی وقت بود باید عادت کنیم که هر روز چند آیه یا حتی یک آیه را بخوانیم تا از قدرت و پیام این کتاب با شکوه در زندگی روزمره خود بهرمند شویم انشاءالله انشاءالله که همه ما یک چیز نو یاد گرفته باشیم فراموش نکنید که این ویدیو را به حسن نیت دیگران هم به اشتراک بفرستید تا ویدیوی بعدی وقت خوش روز خوش سلام علیکم